نجات جان زندانیان بپیوندید. بیشتر از 14 هست که جمهوری اسلامی به انهای مختلف هزاران و هزار جنایت رو مرتکب شده. متأخرترینش اتفاقاتیه که در رابطه با ویروس جدید کرونا شاهدش هستیم. هزاران انسان قربانی دروغ، شایعه پراکنی، پنهان کردن واقعیات توسط جمهوری اسلامی و مقاماتش بودن و هنوز هم شاهد این جنایت هستیم. قشری که کمترین امکان دفاع از خودش، کمترین امکان معالجه و مداوا و قرنطینه خودش رو داره در زندان ها هستن. به جمهوری اسلامی از هر طریقی که ممکن هست فشار بیاریم که زندانیان رو آزاد بکنه، بهشون مرخصی بده. خانواده های زیادی همینک در طول این مدت گذشته در مقابل زندان های جمهوری اسلامی اعتراض کردن، صداشون رو به انهای مختلف بلند کردن، پیام فرستادن و گفتن که جون عزیزانشون در خطر جدی هست. اخباری هست که در زندان های جمهوری اسلامی این ویروس کشنده جدید کرونا شیوع پیدا کرده و جمهوری اسلامی در خارج از زندان ها که هیچ کاری نکرده، در داخل زندان ها هم به طریق اولا نه تواناییش رو داره و نمیخواد کاری بکنه. به فریاد زندانیان برسیم، فشار بیاریم به جمهوری اسلامی، پیام بفرستیم، تبدیل به یه ایشوی اجتماعی بکنیم این مسئله رو و به سطح میدیا بیاریمش تا بلکه جمهوری اسلامی ناچار بشه عقب نشینی بکنه و زندانیان رو حتی برای این مدتی که تا شر ویروس کرونا تموم بشه آزاد بکنه. نگذاریم جان عزیزانمان را قربانی کنند. همونطور که میدونیم در این روزها ویروس کرونا تبدیل به بحرانی در سراسر دنیا شده و حکومت هار اسلامی از این موقعیت برای گرفتن جان هزاران زندانی بیگناه استفاده میکنه و با این روش آنها را از بین میبره. بیایید با هم همصدا بشیم و فریاد بزنیم آزادی حق انسان است، آنها را قربانی نکنید. مرگ بر حکومت هار آخوندی. با عرض ادب و احترام خدمت همه دوستان، این روزا جان هزار زندانی در خطر، اکنون این ویروس هم تبدیل به بحران تو سراسر دنیا شده. اما با توجه به سیاست حکومت اسلامی، مردم ایران در موقعیت بسیار خطرناکی قرار گرفتن. در این میان زندانی ها موقعیت ویژه‌ای دارن و در شرایط مرگباری هستن و هیچ امکاناتی برای حفاظت از خود در مقابل ویروس کرونا ندارن. ما خواهان آزادی فوری تمام زندانیان سیاسی و مرخصی به همه زندانیان هستیم، چون جان زندانیان در خطر است و این وظیفه ماست که از جون اونا حفاظت کنیم. با تشکر. ما خواستار آزادی زندانیان سیاسی در زندانهای رژیم جنایتکار اسلامی در ایران هستیم. در هر صورت جان زندانیان سیاسی در ایران در خطر است و امروزه با این شرایطی که هزاران نفر در ایران به بیماری کرونا مبتلا هستند و رژیم همه امکانات بهداشتی را از دسترس مردم خارج کرده است، با این وجود جان زندانیان سیاسی در خطر می باشد و باید فوراً بدون قید و شرط از زندان آزاد شوند. زندانیانی که از همه امکانات بهداشتی محروم هستند و جانشان در خطر هست. با سلام، این ایده سعید باستایی رو خدمت همه هموطن عزیزم تبریک عرض میکنم و امیدوارم امسال پس از 14 استقرار نظام استبدادی و دیکتاتوری مذهبی شاهد تحولات بزرگ سیاسی تو کشور رو باشیم. من امیر علی مرادی از شهر نظرآباد از توابع استان البرز هستم که 2 سال پیش به خاطر فعالیت‌های مدنی و دفاع از حقوق زندانیان و خانواده اونها به وسیله ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و در اردیبهشت ماه امسال به زندان مرکز کرج منتقل شدم با حکم 2 سال حبس تعزیری که از سوی دادگاه انقلاب کرج صادر شده بود. در خصوص وضعیت زندانی سیاسی و یا زندانی عادی چه در زندان به سر میبرند و این روزها بروز بحران کرونا هم در کشور فراگیر شده، باید عرض کنم که وضعیت به شدت وخیمه، مخصوصا در زندان مرکز کرج که از کمبود امکانات پزشکی، دارویی و بهداشتی به شدت رنج میبره و حتی در شرایط معمولی هم زندانی ها دسترسی به این امکانات نداشتند. بعد از که بحران همه‌گیر شده، این شرایط بسیار خاص‌تر و وخیم‌تر و حساس‌تر شده و جون زندانی ها به ویژه زندان سیاسی واقعا در خطر جدی قرار گرفته. و علی‌رغم که آقای رئیس قوه قضاییه اعلام کرده که 83,000 زندانی رو به مرخصی فرستاده
ولی آمار زندانی سیاسی و تعداد زندانی سیاسی که به مرخصی اعزام شدن نشون میده که این عدد غیر واقعی و قطعا اغراق‌آمیزه. من همینجا از مسئولین قضایی و شورای زندان درخواست میکنم که به درخواست زندانی سیاسی و زندانی حتی عادی رسیدگی کنن و اونها رو به مرخصی اعزام کنن و در صورت نیاز اونها رو آزاد کنن، چرا که جون اونها واقعا در خطره. و من همینجا دوست دارم نام ببرم از چند تا از زندانی و سیاسی و همبندیان که همینه با درخواست مرخصیشون مخالفت شده و این نوروز رو در حبس به سر میبرن، از جمله محمد ریاضت، علیرضا بزرگر، محمد آشتنی علاوی، بابک مهرانی و به ویژه مهدی فرایشاندیز که به خاطر اتهام واهی توهین به رهبری بیش از 9 ساله که تو زندان به سر میبره و مسئولین زندان و مسئول قضایی هرگز به مرخصی ندن و با آزادی مخالفت میکنن. امیدوارم به زودی این دوستان و همه زندان سیاسی رو آزاد در کشور آباد بیرون ببینم. به کارزار جان زندانیان سیاسی در خطر است بپیوندیم و صدایشان باشیم. دوستان، جان زندانیان سیاسی در خطر است. باید دست به دست هم بدهیم و افکار عمومی را آگاه کنیم که با آزادی آنها موافقت شود. ما خواستار آزادی زندانیان سیاسی در زندانهای ایران هستیم. در هر صورت جان آنها در ایران در خطر است و امروز با این شرایطی که هزاران نفر در ایران به بیماری کرونا مبتلا هستند، همه امکانات بهداشتی از دسترس همگی خارج شده است، باعث نگرانی می باشد. با این وجود جان زندانیان سیاسی در خطر است و باید فوراً و بدون قید و شرط از زندانیان آزاد شوند. زندانیانی که هر لحظه خطر مرگ آنها را تهدید می کند. امروزه تمام مردم دنیا با خبر هستند که این ویروس کرونا چطور جان هزاران و میلیون‌ها انسان در سراسر جهان گرفته است. قطعاً این ویروس مرگبار قربانیان بیشتری به همراه خواهد داشت. این خیلی مهم است که پرونده در این راستا به سازمان جهانی بهداشت باز شود و تحقیقاتی به عمل آید که این ویروس در چه زمانی و توسط چه دولت و چه نظامی و برای چه اهدافی ساخته شده است. به نظر من باید جامعه بین المللی بر علیه این اقدام وحشیانه و ضد انسانی که به جهان سایه انداخته است به پا خیزد. اما در حال حاضر میلیون ها انسان در سراسر جهان با این ویروس مرگبار دست و پنجه نرم می کنند. در این میان هزاران زندانی در زندان های جمهوری اسلامی بدون هیچ گونه امکانات بهداشتی و به خاطر نبودن امکانات بهداشتی در انتظار مرگ نشستند و جمهوری اسلامی برای جلوگیری از بروز این ویروس به زندانها هیچ گونه اقدامی انجام نداده است. ما خواستار رسیدگی به وضعیت وخیم زندانیان و آزادی بدون قید و شرط آنها از زندان ها هستیم. زندانیان باید هرچی سریعتر آزاد شوند. من از تمام انسان های انسان دوست و آزادی خواه تقاضا دارم که به کارزار جان زندانیان در معرض خطر است بپیوندند و خواستار آزادی زندانیان شوند، به امید آزادی تمام زندانیان در زندان ها. در وضعیت اسفبار شیوع بیماری کرونا، زندان‌های جمهوری اسلامی میتونه قتلگاه هزاران انسان باشه. به کارزار نجات جان زندانیان در ایران بپیوندید. شیوع بیماری کرونا بار دیگه نشون داده که حاکمیت اسلامی کوچکترین مسئولیتی رو در قبال سلامتی و جان شهروندان ایران قبول نمی‌کنه. از روز اول با پنهان کردن ابعاد گسترده شیوع این بیماری، ندادن امکانات لازم به بیماران و کادر درمانی، عدم قرنطینه به موقع شهرها و ممانعت از اطلاع رسانی صحیح به شهروندان، با زندگی میلیون ها انسان بازی کرد و باعث بانی فاجعه اخیر شده. در این میان
زندانیان از کمترین امکانات لازم برای مواجهه با این بیماری برخوردار نیستند. بسیاری از خانواده های زندانیان خبر از شیوع گسترده این بیماری در زندان ها دادن. زندان هایی که از آن خود مقامات حکومت چند برابر ظرفیت معمول زندانی دارند. این یعنی امکان بروز یک فاجعه بزرگتر در فاجعه کرونا. باید جمهوری اسلامی رو مجاب کرد تا زندانیان رو تا پایان وضعیت قرمز شیوع کرونا آزاد کنه تا اونها بتونن از جان خودشون حداقل محافظت کنن. دستگاه قضایی حاکمیت گفته که هزاران زندانی رو آزاد میکنه، اما این دروغ محضه. تعداد اندکی رو آزاد کرده تا از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کنه. با مرخصی 10,000 زندانی سیاسی موافقت نشده و حتی تقاضای اونها هم بررسی نشده تا به حال. من از نهادهای مدافع حقوق بشر، سازمانهای سیاسی، فعالین مدنی و اجتماعی میخوام تا به هر طریق ممکن از جمع‌آوری امضا، نامه‌نگاری با نهادهای بین‌المللی، فشار به جوامع بین‌المللی، از ارسال ویدیوهای اعتراضی در میدیای اجتماعی و هر شکل ممکن متحمل دیگه به فریاد زندانیان و خانواده‌هاشون برسن و مانع از یک تراژدی هولناک بشن. از شما میخوام تا به کارزار دفاع از جان زندانیان بپیوندید. با سلام خدمت انسانهای شریف، انسانهای آزادی خواه، برابری طلب. نظام جمهوری و جنایتکار جمهوری اسلامی و مسئولین بیکفایتش با مخفی نگه داشتن این ویروس کرونا در ایران باعث کشتار خیلی از انسانهای شریف شدن. و ما صدای زندانیانی که در زندان ها هستند و نمیتونن کاری بکنند، ما صدای اون زندانیان باید باشیم. زندانیان سیاسی، زندانیان اجتماعی، کسانی که در زندان ها اسیر هستند و هیچ کاری نمیتونن بر علیه نظام جنایتکار جمهوری اسلامی بکنند. قوه قضاییه این حکومت باید بدون بیقید و شرط این زندانیان رو آزاد کنه، یا اینکه تا پایان این بحران با آنها مرخصی بده. ما خواهان این هستیم، خواهان بی قید و بند آزادی زندانیان و یا تا پایان این بحران بهشون مرخصی بده. لطفاً به هشتگ کارزار جان زندانیان در خطر جدی است بپیوندید. سرنگون باد نظام جنایتکار کثیف جمهوری اسلامی ایران و زنده باد انسانیت. با سلام، تبریک میگم سال نو، سال 99 رو به همه هموطنان عزیزم. ما در واپسین سال 98 شاهد وجود آمدن ویروس کرونا بودیم. من فکر میکنم خود جمهوری اسلامی چیزی کمتر از یک ویروس کرونا نیست و با توجه به اینکه جان بسیاری از مردم رو گرفته این ویروس، همونطور که شاهد هستیم جان زندانیان سیاسی و فعالین مدنی در بند رژیم جمهوری اسلامی در خطر هستش. امیدوارم که این سال سال سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی باشه. سهر باباسلجی هستم. به کمپین جان زندانیان در خطر است بپیوندید. با سلام، من علی جوادی هستم. دوست دارم در این شرایط حمایت بدون دریغ خودم رو از کارزار آزادی تمامی زندانیان در این شرایط اعلام کنم و از شما هم دعوت کنم که به این کارزار بپیوندید. در شرایطی که ویروس کرونا به بشریت تعرض کرده و جان بسیاری از انسانها رو در معرض خطر مرگ قرار داده، در شرایطی که جهان سرمایه‌داری ضدیت و تناقض خودش رو در حفاظت از جان و مسون داشتن انسانها بیش از هر زمان دیگه‌ای به نمایش گذاشته، در شرایطی که حکومت کثیف اسلامی خودش عامل گسترش ویروس کرونا در سطح خاورمیانه و خاطر سیاست‌های ضد انسانیش بوده، در شرایطی که زندانیان بسیاری 200,000 نفر در زندان‌های جمهوری اسلامی دست بسته منتظر این هستند که ویروس کرونا
چه سرنوشتی رو براشون رقم میزنه. ما باید تلاش گسترده‌ای رو برای آزادی بدون قید و شرط تمامی زندانیان در این شرایط به اصطلاح انجام بدیم. انسان‌های بیگناهی در معرض خطر مرگ قرار دارن، قادر نیستن از خودشون حفاظت کنن. سیاست‌های جمهوری اسلامی مسبب این وضعیت است. با اعمال فشار بر جمهوری اسلامی و گسترش خواست آزادی تمامی زندانیان، گامی در راه نجات جان این انسان‌ها برداریم.